اوکی، خب بچه ها صدا و تصویر رو دارین؟ اگر صدا و تصویر رو دارین یه علائم حیاتی تو چت نشون بدین. صدا و تصویر، صدا و تصویر هستش؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه بچه‌ها، امیدوارم حال همگی خوب باشه. جلسه شب امتحان 12ممون رو با هم دیگه استارت می‌زنیم. اولین برنامه از سری برنامه‌های پیج شیمی کلاب. امیدوارم که یه بستر خیلی فراهم بشه و ایشالله هم بچه‌ها استفاده بکنن، هم حداقل زکات این سر کلاس نشستنه نشر همین ویدیو و پیج شیمی کلاب باشه. قبل از هر چیز من فقط یه نکته‌ای رو بگم درباره کلاس. ما قراره با هم دیگه یک دوره امتحان رو حل بکنیم، یعنی من درس بدم امتحان رو و بعدش حل بکنم. تک تک نکات رو من اینجا یادداشت می‌کنم. دقیقاً بعد از اتمام آخرین کلاس من که فکر کنم حوالی ساعت 12:30 بشه، ویدیو همین کلاس داخل پیج آپارات قرار میگیره. اطلاع رسانی هم داخل پیج انجام میشه. بچه هایی که ندیدن یا اصلا میخوان از دوباره فیلم رو ببینن میتونن از طریق همون پیج وارد خود سایت آپارات بشن و فیلم رو مشاهده بکنن. این از این. قبل از هر چیز من چند تا نکته درباره امتحان نهاییتون بگم. اول از همه خب من واقعا متاسفم برای اینکه شما سنگم از آسمون بباره شنبه تعطیل نمیشه، یعنی گرد و خاک تا مرز بی نهایت هم اگر برسه شما شوش ندارید، شما اسم میکنم دود شوش دارید، یعنی هوا رو میگیرین و پس میدین هوا تمیزتر میشه، یعنی به عنوان کاتالیزور از شما استفاده میکنن، پس به این دلخوش نباشید. این یک. نکته دوم، تقریبا حوالی فکر میکنم در 12 دوره امتحان نهایی تا الان برگزار شده. این توصیه که دارم میکنم فقط مختص درس شیمی نیست. هر چقدر شما کمتر درس بخونید و ابتدای خوندن هاتون برین امتحان حل بکنید نمرتون بهتر میشه. یعنی الان اگر کسی هست که هنوز چیزی نخونده بره امتحان نهایی های شهریور دی و حالا خرداد 1400 رو دانلود بکنه، اصلا متوجه میشه یک بیس یکسانی دارن. 16 نمرش که کپی هم دیگه است با یه اختلاف های خیلی جزئی، که اگر همه امتحان ها رو نگاه بکنه حل رو ببینه مطمئن باشه 20 میشه. خدا شاهده 20 شدن داخل امتحان نهایی کار خاصی نداره. این از این. نکته بعدی، این نکته خیلی 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 اهمیت داره. حتی اگر یه سوالی رو داخل امتحان نهایی بلدین، خواهش میکنم حتی اگر یه سوالی رو داخل امتحان نهایی بلدین، توی خونه دارم میگم وقتی که دارید حل میکنید، برید حلش رو ببینید، ببینید به چیا نمره دادن. یه هنر نوشتن امتحان نهایی، این که من چی رو بنویسم که نمره بگیرم یه هنره. پس خواهش میکنم در صورت بلد بودن هم کلید خود امتحان نهایی رو بررسی بکنید. تو سایت قلمچی کانون دات آی آر پره از همه امتحان نهایی ها رو گذاشته. اینم از این قصه. خب بریم سر وقت حل اولین امتحان نهایی. جا خالی ها رو که زیاد نیازی نیست، من فقط دوره میکنم و بعدش یواش یواش بریم سراغ قسمت هایی که خیلی خیلی اهمیت داره. گفته در ساخت متاها و ابزار برش شیشه از طبیعتاً الماس استفاده میشه. سلول های سوختی افزون بر کارایی بیشتر ردپای کربن دی اکسید را کاهش میدهند. حالا اینکه سلول سوختی چیه؟ که بود و چه کرد؟ من تو فیلم جمع‌بندی نیم سال اول اون رو گفتم. بچه‌هایی که هیچی از فصل 1 و 2 نخوندن حتما اون یه ساعت رو نگاه بکنن، دیگه از طریق تدریس مشکلی ندارن، دیگه فقط باید بشنن سوال حل بکنن. من لینک اون رو هم داخل خود پیج قرار میدم، داخل کانال وبلاگ هم قرار میدم که انشالله بچه‌ها استفاده بکنن.
محلول آبی گوگرد تریوکسید. بچه ها ما میدونیم اکسیدهای نافلزی، این برای سال دهمه، اکسیدهای نافلزی اکسید اسیدی محسوب میشن. پس آقا محلول آبی گوگرد تریوکسید این یک نافلزه، یک اسید محسوب میشه. چی هم تولید میکنه؟ H2SO4. و محلول آبی باریوم اکسید، همه تون میدونید اکسیدهای فلزی اکسید بازی محسوب میشن. الان باریوم یک فلزه، پس یک باز آرنیوس محسوب میشه، درسته؟ حالا گفته از اتیل استات، ممکنه دیگه خیلی خیلی سخت بخواد سوال بده فرمولشو بخواد، میشه CH3C2O O C2H5، که الکل سازندش اگر یادت باشه اتانول بود که به عنوان ضد عفونی کننده به کار میرفت. اسید سازندش هم چی بود؟ استیک اسید بود یا اتانویک اسید که سرکه خودمون بود. از اتیل استات به عنوان چسب استفاده می شود و اتانول برای، حتی تو ایران که برای خیلی چیزا به کار میره، ما فعلا هیچ کدومتون هم نمی دونید، ولی فعلا برای ضد عفونی کننده استفادهش میکنیم. بریم سراغ سوال دو. گفته که درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید. شکل درست عبارت‌های نادرست رو بنویسید. گفته نافلزها اغلب کاهنده هستند. بچه‌ها نافلزها نیستین. چیه؟ فلزها اغلب کاهنده. نافلزها معمولاً اکسندن یا حتی اگر اکسندم نباشن کاهنده خیلی وجود دارن. درباره نافلزها نمیشه حرف دقیقی زد، ولی فلزها اغلب چیه؟ کاهندن. این از این. بریم سراغ ادامه. ذرات سازنده کلویدها توده های مولکولی یا یونی هستن؟ کاملا درست. ذرات سازنده کلوید از محلول بزرگتره، از سوسپانسیون کوچکتره. محلول میشه مولکول ها و یون ها، کلوید میشه ذرات، ذرات که نگم، توده های مولکولی و یونی. از اون طرف سوسپانسیون هم میشه چی؟ ذرات ریز ماده. این ستا برای اون جدول است که بسیار بسیار اهمیت داره. هر سال ما یه تست کنکور فقط از همون جدول داریم. دیگه داخل امتحانهایی چقدر مهمه. سختی کربن دی اکسید جامد، یعنی CO2 جامد، اسمش چی بود؟ اسمش بود یخ خشک. از سیلیس یا SiO2 بیشتر است. یخ خشک من یا CO2 جامد من یک جامد مولکولیه. از اون طرف سیلیس یک جامد کووالانسیه. همه میدونیم جامد مولکولی قطعا زورش از جامد کووالانسی کمتره. پس اینجا این بیشتر خط میخوره، جواب میشه چی؟ کمتر. حل. بریم سراغ بعدی. جهت حرکت الکترون ها در مدار بیرونی یک سلول گالوانی همواره از کاتود به آنوده، چه داخل سلول گالوانی. به این نکاتی که دارم میگم رو باید بنویسین ها، ما به خاطر هم ضیق وقت هم به خاطر اینکه به نکات خیلی بیشتری برسیم، من فقط میگم که شما یادداشت بکنید. چه داخل سلول گالوانی، چه داخل سلول های الکترولیتی، جریان همواره از آنود به کاتود. حالا توی گالوانی از منفی به مثبت، توی الکترولیتی از مثبت به منفی. قطبا فقط عوض شده وگرنه اسما همونه. توی گالوانی تو آنود اکسایش انجام میشه، تو الکترولیتی هم باز تو آنود اکسایش انجام میشه. تو کاتود کاهش توی گالوانی، تو کاتود کاهش توی الکترولیتی. جریان همواره از آنود به کاتود توی گالوانی، توی الکترولیتی هم همینطور. همیشه آنیونا میرن به سمت آنود، کاتیونا میرن به سمت کاتود. اما تو گالوانی کاتیونا میان به سمت قطب مثبت، آنیونا میان به سمت قطب منفی، قطبای همنام. اما توی الکترولیتی چطور؟ کاتیونا میان به سمت قطب منفی، آنیونا میان به سمت قطب مثبت، چون جای قطبا عوض شده. حله؟ خب
جهت حرکت الکترون ها در مدار بیرونی یک سلول گالوانی همواره از آنود به کاتود. اگر نگران نوشتنتون هم هستین، گفتم فیلم این جلسه قرار میگیره روی خود سایت آپارات. بریم سراغ ادامه. گفته با توجه به نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی زیر پاسخ دهید. اولی که نقشه چیه؟ اولی که اینجا بهتون بگم، فکر نکنید آبی قرمز براتون چاپ میکنن. یه همچین سیاه‌سفیدی چاپ میکنن، این کناره ها رو بهش میگن آبی، اینجا رو میگن سرخ. کجاها آبیه؟ جایی که احتمال حضور الکترون داخلش کمتره. پس اینجا توی قسمت‌های آبی من می‌نویسم احتمال حضور الکترون کم. توی قسمت سرخ خیلی واضحه که احتمال حضور الکترون زیاد. این است. حالا به من گفته این مولکول قطبی است یا ناقطبی؟ من قطبیت رو تعریف کنم به زبون خودمونی. اگر تقارن باشه، تأکید میکنم، اگر تقارن باشه میشه ناقطبی. تقارن نباشه، یعنی یه طرف از یه طرف دیگه بزرگتر باشه، شکلش فرق کنه، خلاصه نامتقارن باشه، میشه قطبی. یعنی یه قطب از یه قطب دیگه قوی تره. یعنی اینجا فرق میکنه کدوم قطب رو داری تو دربارش حرف میزنی. اما نه، ناقطبی فرق نمیکنه، تقارن داره. در نتیجه چون تقارن داره هیچ اهمیتی نداره، تو میدان الکتریکی جهتگیری نمیکنه. الان اینجا این شکل رو نگاه کن، وسط یه سرخ، سمت راست یه آبی، سمت چپ هم یه آبی، اثر همدیگر رو خونسا میکنن. مثل اینه من دستامو باز کرده باشم، خب اگر دستامو باز کرده باشم با نیروی F دو طرف منو بکشن، من حرکت نمیکنم، به تعادل میرسم، چون این نیرو این نیرو رو چیکار میکنه؟ خونسا میکنه. الان اینجا هم همینه. اصلا اونایی که خیلی خیلی خوب خوندین، چون این نقشه ها دقیقاً نقشه های خود کتاب درسیه، دقیقاً نقشه های خود کتاب درسی. این نقشه برای کیه بچه‌ها؟ برای C2H2 یا همون اتین. شکلش چه حالتیه؟ خطیه، توی خط صافه. اگر خاطرتون باشه من سر کلاس گفتم همه ی خطی ها لزوماً سه اتمی نیستند. الان این چند اتمیه؟ چهار اتمی. بعد از یه طرف دیگه نکته گفتم، گفتم همه خطی ها لزوماً ناقطبی هم نیستن ها. شما یک ماده دیگر رو خوندید، من این بالا میکشمش، یه ماده دیگر رو خوندید به اسم SCO یا کربونیل سولفید، کربونیل سولفید. آقا کربونیل سولفید خطی هست، اما لامصب چیه؟ قطبیه. حله؟ خب گفته این مولکول قطبی است یا ناقطبی، چرا؟ آقا ناقطبیه. چرا؟ چون تقارن دارد و حالا بار نگم، بار بگیم، بار بگیم دیگه، اثر میگیم، و اثر دلتا مثبت ها اثر دلتا منفی را خنسا میکند. حالا کدام رنگ تراکم بیشتر بار الکتریکی را در این نقشه نشان میدهد؟ من گفتم سرخ احتمال حضور الکترون زیاد، پس در نتیجه میشه سرخ. حالا تراکم کمتر کدوم بود؟ قطعا میشه چی؟ آبی. گفته این امتحان چه سالیه؟ دی 1400. نزدیکترین امتحان به امتحان خوردادتون. اگر کسی خواست میتونه دانلودش بکنه که از روی اون ببینه. امتحان دی ماه سال 1400. گفته با توجه به جدول زیر پاسخ دهید.
چگالی بار یون ان آی مثبت بیشتر است یا یون کای مثبت؟ چرا؟ دقت. ما بریم سراغ تختمون. یه نکته ای که شما باید برای چگالی بار بهش توجه بکنید اینه بچه ها. اولین نکته خود اندازه بار الکتریکی. اندازه بار هرچی بیشتر باشه چگالی بار بیشتر. هرچه بیشتر چگالی بار بیشتر. دومین نکته ای که باید توجه بکنید بهش شعاع اتمی. شعاع، حالا شعاع اتمی نگم دیگه، شعاع یون بگم، چون شعاع می نویسیم که حالا چه اتمی رو شما بخواید مقایسه بکنید چه یونی رو بخواید مقایسه بکنید یکیه، زیاد فرق خاصی نداره توی این مقایسه چگالی بارا. هرچه شعاع بیشتر چگالی بار کمتر. هرچه شعاع بیشتر چگالی بار کمتر. مثل اینه، مثلا من 10 تا سیب رو بخوام بین 10 نفر تقسیم کنم، خب به هر نفر یه دونه میرسه. اما 10 تا سیب رو بخوام به شعاع نفرات بیشتری تقسیم کنم، مثلا بین 100 نفر تقسیم کنم، به هر نفر 1/10 سیب میرسه. چگالی بار کمتره دیگه. اینجا هم دقیقاً همینو داره میگه. حالا دو تا مقایسه آورده بود دیگه، یکی NI مثبت آورده بود، یکی هم کای مثبت. آقا این دو تا که باراش یکسانه، پس باید به چیش گیر بدم؟ باید به چگالی بارش گیر بدم، به این اندازه شعاعش گیر بدم. نگاه کن اینجا رو، این NI من قبول داری که دوره سومه، کای منم قبول داری که دوره چهارمه، هر جفت اینا هم گروه چندن؟ گروه کتاب از شما انتظار داره 36 تای اول تا جایی که میتونید حفظ باشین. اینایی که الان من دارم اینجا مینویسم دیگه باید ورد زبونای شما شده باشه، درسته؟ خب این دوره سوم، این دوره چهارم. دوره سومی ها معمولا 3 تا لایه دارن، درسته؟ دوره چهارمی هم 4 تا لایه دارن. الان خیلی واضحه که این یه لایه از این بیشتر داره، ولی اینکه چند تا لایه داره این چند تا لایه داره الان می‌خوایم دربارش صحبت کنیم، به سوالمون ربطی ها نداره ها. نگاه کن اینجا رو، دوره چهارم 4S1 داشته، الان 4S1ش پریده شده مثبت، پس این میشه 3 لایه. دوره سوم این 3S1 داشته، 3S1ش پریده، میشه 2 لایه. آقا این لامصب شعاش از این بیشتره، پس در نتیجه چگالی بار کی بیشتر میشه؟ 1. باراش که یکسانه، این شعاش کوچیکتره، پس چگالی بارش بیشتر میشه. این تا اینجا. بریم سراغ ادامه. چی نوشتین؟ دمت گرم. بریم سراغ ادامه. گفته که چگالی بار یون ان آی مثبت بیشتر است یا یون کای مثبت؟ چرا؟ همین الان بررسی کردیم. یون ان آی مثبت، تازه از اینجا میتونی تقلب کنی ها، نگاه کن، ان آی مثبت کای مثبت، شعاع ان آی مثبت از کای مثبت کوچیک‌تره، زیرا شعاع کوچکتری دارد. من این فایل پی دی اف ها هم میذارم توی کانال وبلایت. بچه‌هایی که توی وبلایت منو ندارن شیمی کلاب یا اسم خودم رو سرچ بکنن، رضا فولادپور، داخل کانال براشون میاره. آنتالپی فروپاشی شبکه، من همه این کار دارم میکنم، شما تمام حواستون به کلاس باشه، درگیر نوشتن و این قصه ها نشید. آنتالپی فروپاشی شبکه کلسیوم فلورید بیشتر است یا کلسیوم اکسید؟ چرا؟
یه لحظه من برگردم رو همون تخته. ما درباره چگالی بار بیشتر صحبت کردیم دیگه، درسته؟ تست کنکور هم نیستش من بیام کاتیونو جدا حساب کنم، آنیونو جدا حساب کنم، اختلاف بگیرم بعد محاسبه بکنم. اینجا معمولاً یا کاتیون یکسانه یا آنیون یکسانه، یعنی راحت تره. در نتیجه هر چقدر چگالی بار برای یونها بیشتر باشه، آنتالپی فروپاشی شبکه هم بیشتره، نقطه ذوب و جوش هم بیشتره. پس اینجا نکته می نویسم، نکته هرچه چگالی بار یونهای ترکیب بیشتر، آنتالپی فروپاشی شبکه بیشتر، نقطه ذوب و جوش بیشتر. حل؟ خب بریم سراغ ادامه، الان یه سی آ او برای من آورده، فکر کنم یه سی آ اس بود، ببینم سی آ او سی آ اف دو، سی آ او سی آ اف دو. یه نکته هم بگم که سریع ترین رو حل بکنیم. برای اینکه آنتالپی فروپاشی شبکه بیشتر باشه، هرچه قدر مطلق اختلاف، بار کاتیون و آنیون بیشتر، چه اتفاقی میفته؟ آنتالپی فروپاشی شبکه بیشتر. الان اینجا رو نگاه کن، کلسیوم من که دو مثبته، اکسیژن منم دو منفیه، اختلاف اینا چقدره؟ 4 واحد. این دو مثبته، اف منفیه، اصلا با تعدادش هیچ کاری ندارم. اختلاف اینا چقدره؟ 3 واحد. میام اینطوری میگم، آقا این اختلاف بیشتر داره، پس در نتیجه آنتالپی فروپاشی شبکه بیشتر داره. هر چقدر اختلاف بار کاتیون آنیون بیشتر باشه، آنتالپی فروپاشی شبکه هم بیشتره. سوال: اگر مجموعه بار برابر باشند چطور میشه؟ نمیدن بهتون داخل امتحان نهایی، ولی اگر برابر باشه شما قطعا دیگه باید با مقایسه شعاع برین جلو. هیچ نظری هم نمیتونم بدم چون سوال با سوال فرق میکنه. ممکنه اختلاف شعاع کاتیون با کاتیون اون یکی ترکیب خیلی زیاد باشه، آنیوناش خیلی نزدیک باشه، یا برعکس. معمولا یه طوری بهتون میدن که شما بدون داشتن عددهای واقعی بتونید مقایسه بکنید این دوتا رو. بریم سراغ ادامه. گفته آنتالپی فروپاشی شبکه کلسیوم فلورید بیشتره یا کلسیوم اکسید، که گفتیم کلسیوم اکسید زیرا اختلاف یا قدر مطلق، اینطوری بگم بهتره، قدر مطلق اختلاف بار آنها، بار یونهای آنها، بذار اینطوری بگم بهتره، بار یونهای آنها بیشتر بوده و چگالی، اینو حتما باید ذکر کنین، این نمره داره، و چگالی بار یونهای آن بیشتر است.
اوکیه؟ خب با توجه به داده های جدول فرمول شیمیایی ترکیبی را بنویسید که دارای کمترین نقطه ذوبه. وقتی میگه کمترین نقطه ذوب یعنی کمترین دلتا اچ فروپاشی یا آنتالپی فروپاشی. حالا کی کمترین آنتالپی فروپاشی رو داره؟ اونی که کمترین چگالی رو داره. تا اینجا قبوله؟ خب دقت کن، کی کمترین چگالی رو داره؟ اونی که بیشترین شعاع رو داره، کمترین بار. ما گفتیم هرچی شعاع بیشتر باشه چگالی بار کمتره دیگه. بعد گفتیم هرچی بار بیشتر باشه چگالی بار بیشتره. الان میخوایم کمترین چگالی بار رو انتخاب کنیم، پس شعاع رو تا جایی که میتونیم میبریم بالا، از اون طرف بار الکتریکی رو تا جایی که میتونیم میاریم پایین. الان کی اینجا شعاعش از همه بیشتره، بارش از همه کمتره؟ فعلا این به عنوان کاتیون. حالا بیایم این طرف، بین اینا چطور؟ این همه دوباره شعاعش از همه بیشتره، بارش از همه کمتره. کای مثبت با سی ال منفی چه ترکیبی میده؟ آفرین، کا سی ال. ممکنه توی امتحان نهایی شما بیاد اونی که بیشترین آنتالپی فروپاشی شبکه یا بیشترین نقطه ذوب رو داره. من میام چیکار میکنم؟ میام میگم این دفعه بیشترینه رو انتخاب بکنیم. الان این هم بارش از همه بیشتره، هم شعاعش از همه کمتره، پس سی آ تو صدر جدول. این ور او دو منفی، اون اف منفیه. درسته شعاع این از این بیشتره، ولی تأثیر بار بیشتره. اینم از اینجا. اول به بار دقت میکنید. الان این دوتا ترکیبشون یعنی میشه سی آو ماکس نقطه ذوب رو دارن. این چیه؟ این مینیمومه نقطه ذوب رو داره. پس آقا اگر خواستیم مینیموم نقطه ذوب رو داشته باشیم، میایم اون یونهایی رو انتخاب میکنیم که چگالی بارش از همه کمتره. یعنی چی؟ یعنی شعاعش از همه بیشتر، قدر مطلق بارش از همه کمتر. برعکسش اگر خواستیم یه ترکیب رو بنویسیم فرمولش رو که نقطه ذوبش خیلی خیلی زیاد باشه نسبت به بقیه ترکیب‌های داده شده، میایم چیکار میکنیم؟ میایم اون رو انتخاب میکنیم که چگالی بارش از همه بیشتر باشه، یعنی شعاعش از همه کمتر، اندازه بارش از همه بیشتر. اولم اندازه بار رو چک میکنید. اوکیه؟ خب بریم سراغ ادامه. سوال 5 گفته غلظت یون هیدروکسید در یک نوع صابون برابر 10 به توان منفی 8 مول بر لیتر است. اگر پیچ پوست دست انسان در حدود 5.6 تا 6.2 باشد، با محاسبه نشان دهید آیا این صابون برای شستن دست ها مناسب است یا خیر. دقت کنید، میخواییم پیچ به دست بیاریم. اول از همه بچه ها حواسشون جمع باشه، غلظت یون هیدروکسید رو به شما داریم. ما برای اینکه پی اچ به دست بیاریم غلظت کی رو می‌خوایم؟ یون هیدرونیوم. پس اولین کاری که می‌کنیم میایم اینجا یه فرمول می‌نویسیم. این بالا چون جا داره من همین بالا می‌نویسم. میگم غلظت اچ مثبت در غلظت او اچ منفی در دمای اتاق میشه 10 به توان منهای 14. درسته؟ خب خودش مگه بهم نداده؟ غلظت اچ مثبت که نداریم، خودش به هم گفته غلظت او اچ منفی میشه 10 به توان منهای 8، این ورم 10 به توان منهای 14. پس در نتیجه غلظت اچ مثبت من میشه 10 به توان منهای 6. درسته؟ حالا از یه طرف دیگه مگه من نمیدونم غلظت اچ مثبت مساوی 10 به توان منهای پی اچ میشه؟ خب این لامصب هم که شده 10 به توان منهای 6، پس در نتیجه پی اچ من میشه چند؟ ببخشید، پی اچ من میشه 6. حالا 6 بین این دوتا هست یا نیست؟ هست. پس این صابون برای شستن دست ها مناسب هست یا نیست؟ هست.
مناسب است زیرا در گستره داده شده قرار دارد. فرض میکنم دارم بهتون تکنیک یاد میدم برای اینکه بخواید نمره بگیرید. فرض میکنم سر جلسه اینو یادت رفته. بین مناسب است و مناسب نیست 50-50. نمره منفی که نداره امتحان. خواهش میکنم سوالی رو خالی نذارین. بنویسید مناسب است. اصلا چرت و پرت بنویس. اگر درست باشه 25 صدام بهت میدن. حالا اینقدر بد میگیم ما از مصححای امتحان، میگیم شاید خیلی هاشون معلم شیمی نباشن یا اصلا برای درسای دیگه، ولی کلید میذارن جلوشون. مثلا جلو این مناسبه است نوشته 25 صدام، اومینه نوشتی 25 صدام میگه. کاری نداره تو دلیل درست نوشتی یا ننوشتی، پس حواستو خوب خوب جمع کن. اوکیه؟ خب بریم سراغ ادامه. سوال ششم گفته بخشی از یک ورقه آهنی با لایه نازکی از فلز روی پوشش داده شده است. به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. اولا اینکه ورقه آهنی که با لایه نازکی از فلز روی پوشش داده شده بهش چی میگن؟ نام این نوع آهن یا آهن سفید یا آهن گالوانیزه. ما ترتیب پتانسیل کاهشی رو اگر از بالا به پایین مرتب بکنیم، این ای صفر آهن اینجا میشه، زد این میشه پایینش. اگر من بیام با یه فلزی که پایین آهنه یه لایه روش قرار بدم، حفاظت کاتودی اتفاق میفته. یعنی وقتی خراش ایجاد میشه، به جای اینکه آهن اکسایش پیدا کنه، اون زد ان اکسایش پیدا میکنه. الانم اینجا همینه. آهن گالوانیزه باعث میشه با ایجاد خراش، به جای اینکه این واکنش یعنی اف ای جامد بشه اف ای دو مثبت به علاوه دو تا الکترون انجام بشه، خودش اکسایش پیدا میکنه. یعنی میشه زد ان دو مثبت به علاوه دو تا الکترون. اینجا رو نگاه کن. گفته نیم واکنش های اکسایش و کاهش و هنگام ایجاد خراش در سطح این ورقه بنویسید. من اون اکسایشش رو مینویسم، کاهشش رو فکر کنم بیشتر از 15-20 بار سر کلاس تاکید کردم. گفتم نیم واکنش کاهش آهن گالوانیزه یا آهن سفید هم برای زنگ آهن هست، هم برای آهن گالوانیزه هست، هم برای حلبیه. خیلی مهمه که دیدید الان اینجا اومد. دقت کنید. نیم واکنش اکسایش چی میشه؟ میشه ZnS میدهد Zn دو مثبت Aq به علاوه یه دوتا الکترون. از اون طرف برای کاهش چی میشه؟ نیم واکنش کاهش میشه دوتا H2OL به علاوه یه O2 گاز به علاوه 4 تا الکترون، میده 4 تا OH منفی AQ. چون میخواییم مقدار الکترون گونه اکسنده و کاهنده برابر بشه، من اینو ضرب داره 2 میکنم. این 2 میشه، اینم 4 میشه. حل سوال هر کسی سوالی داره میتونه تایپ بکنه. سوال 7 گفته که با توجه به جدول زیر که ثابت یونش چند باز در دمای 25 درجه سانتیگراد نشان داده شده است، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. یکی از قطعی ترین سوال‌های امتحانتون، یا جدول باز بهتون میده یا جدول اسید بهتون میده. پس اینجا به این سوال خوب توجه کنید. گفته کدام یک باز قوی تری است؟ چرا؟ دو تا نکته بهت میگم. هرچی کاه آ بیشتر اسید قوی تر، هرچی کاه بی بیشتر باز قوی تر. من اینو برم داخل اون جزوه اینجا بنویسم. هرچه کاه آ بیشتر
اسید قوی تر. از این ورم هرچه کای بی بیشتر باز قوی تر. حالا دقت کن، در غلظت یکسان، دما هم بگیم دیگه، در دما و غلظت یکسان، هرچه کای آ یا کای بی بیشتر، رسانایی الکتریکی بیشتر. حتما تأکید میکنم در دما و غلظت یکسان. حل بعد همه این واکنش ها رو حفظ باشین. بله، جدول باز نبود، بسته بود، چیکار کنیم؟ خودتون باز میشین دیگه، این اتفاقیه که میفته. بریم سراغ ادامه. کدام یک باز قوی تری است؟ چرا؟ الان بین اینا قبول داری سدیم هیدروکسید کاهبیشو نوشته بسیار بزرگ، پس اینجا جواب چی میشه؟ حالا یا فرمولشو بنویسید یا خودشو بنویسید. سدیم هیدروکسید یا همون NaOH، محض احتیاط هر جفتشو بنویسید، زیرا مقدار کاهبی آن بسیار بزرگ است. ب، گفته بدون محاسبه بیان کنید که پی اچ کدام محلول کمتر است، دلیل بنویسید. بریم سراغ باز. اولش هم اینجا تأکید نکرده الان از نظر من سوال غلطه، به خاطر اینکه باید میگفت غلظت یکسان. اگر اینجا مثل این دیدید همچین سوالی داده، باید فرض کنید غلظت یکسانه. حالا بگذاریم، بریم سراغ تخته. ما یه محوری داریم از 0 تا 14، این وسطش هم که من میذارم 7. این 7 میشه حالت خنثای من، دمای منم اینجا 25 درجه سانتیگراده. تا اینجا قبول؟ خب از اینجا تا اینجا رو میگیم محلول اسیدی، از اینجا تا اینجا رو میگیم محلول بازی. بذار میخواییم رنگیش هم بکنیم، یعنی با رنگای اصلی ما بریم جلو. خب توی 0 من میگم خاصیت اسیدی شدید، قطعا توی 14 هم باید بگم خاصیت بازی شدید. خاصیت اسیدی شدید، خاصیت بازی شدید. حالا فرض میکنیم غلظت ها یکسان هست، هر چقدر کای بی بیشتر باشه خاصیت بازی منم بیشتر، اون باز قوی تره. پس در نتیجه این ور در غلظت یکسان ها، هر چی میایم این ورتر باز قوی تر محسوب میشه. فرضمونم اینجا این کنار مینویسم در غلظت یکسان، هر چی میایم این ورتر باز میشه قوی تر، یعنی هر چقدر پی اچ بیشتر باشه باز من چیه؟ قوی تر. حالا این طرف هر چقدر میایم این ورتر، یعنی به سمت 0 میایم، اسید قوی تر میشه. هر چقدر میایم به سمت 0، اسید قوی تر میشه، باز فرض من در غلظت یکسانه. این تا اینجا. الان میخواییم دو تا باز رو با هم مقایسه کنیم، مثلا NaOH و NH3. فرضم اینه که غلظت چیه؟ یکسان. NaOH مگه
باز قوی نیست، انهایست باز ضعیف. باز قوی مگه نگفتیم پی اچ بیشتر داره؟ در نتیجه این باز ضعیف پی اچ کمتر داره، به 7 این نزدیکتر. یه مثال دیگه برای اسیدا میزنم، مثلا هاش آی رو مثال میزنیم با هاش سی ان. هاش آی یک اسید قویه، هاش سی ان ضعیفترین اسیدیه که تو فصل یک وجود داره. تو اون جدولی که کتاب درسی کشیده دقیقاً پایین پایینه، یعنی کایبیش از همه کوچیک، کای آش از همه کوچیک‌تر. هاش آی اسید قویه، درسته؟ پس پیه چی داره؟ کمتر داره. گفتم هرچی اسید قوی تر باشه به صفر نزدیک تره. از این ور این اسید ضعیفه، پی اچ بیشتر داره. حل پس این مقایسه هاش نکن برعکسه ها، حواست باشه. باز قوی تر باشه پی اچ بیشتر داره، اسید قوی تر باشه پی اچ کمتر داره. حواست خوب جمع کن. گفته که کسی کلان درس نخونه و فقط 3 تا امتحان نهایی آخر رو بررسی کرده باشه میتونه نمره بالا بگیره، چرا که نه؟ ولی الان فرصت هست 3 تا دیگه هم بررسی کن. بررسی ها، یعنی خوب یاد بگیری. حل بریم سراغ خود سوال. گفته بدون محاسبه بیان کنید که پی اچ کدام محلول کمتر است. 3 تاش بازن دیگه. گفتیم کدوم باز پیچش از همه کمتر میشه؟ اونی که از همه ضعیفتره. الان بین این 3 تا کی ضعیفتر میشه؟ جواب میشه آمونیاک، زیرا کایبی آن از همه کمتر بوده و باز ضعیفتری است، در نتیجه پی اچ کمتری دارد. اوکیه؟ خب در دمای یکسان رسانه‌ای الکتریکی محلول 1 مولار سدیم هیدروکسید کمتر است یا محلول 1 مولار دیمتیل آمین؟ اونجا توی تخته گفتم در غلظت یکسان هر چقدر اسید یا باز قوی تر باشه رسانه‌ای الکتریکیش هم بیشتره. الان این لامصب چرا ننوشته ها؟ یعنی شما فقط اینو بنویسید یا اینو بنویسید کفایت میکنه. الان رسانه‌ای کمتر رو میخواد، پس در نتیجه چی رو مینویسم؟ دیمتیل آمین رو. بیشتر رو میخواست قطعا سدیم هیدروکسید. حل بریم سراغ ادامه. سوال 8 گفته نمودار زیر مربوط به واکنش حذف آلاینده های سی او در اگزوز خودرو در غیاب مبادل کاتالیستی است، با توجه به آن پاسخ دهید. انرژی فعالسازی و آنتالپی این واکنش چقدر است؟ بچه ها همیشه این نمودار سطح انرژی سمت چپ میشه واکنش دهنده ها، سمت راست هم میشه فراورده ها، این بالا هم اسمش میشه چی؟ قله واکنش. فاصله واکنش دهنده ها با قله واکنش همیشه میشه ای آ، یا انرژی فعالسازی رفت فاصله فراورده ها تا قله واکنش هم میشه ای پریم آ، یا انرژی فعالسازی برگشت. حل خب گفته انرژی فعالسازی و آنتالپی این واکنش چقدر است؟ دقت کنید انرژی فعالسازیشو که اینجا نوشته 334 کیلو جول،
درسته؟ این فاصله رو بهش میگن. این فاصله میشه همون اختلاف سطح انرژی فراورده ها و واکنش دهنده ها، که همون به چی معروفه؟ به آنتالپی معروفه. آنتالپی یا همون دلتا اچ یه فرمولی داره، میگیم ای آ منهای ای پریم آ. الان این واکنشون سطح انرژی فراورده ها اومده پایین تر، گرمادهه. چون گرمادهه دلتا اچش باید چی باشه؟ منفی باشه. پس اگر خواستید اینجا آنتالپی رو بنویسین، مینویسید منهای 566 کیلو جول. این الان فلش به سمت پایینه. فلش به سمت پایین باشه گرماده، فلش به سمت بالا باشه گرماگیرون رو تو 11 هم خوندین. گفته این واکنش گرماده است یا گرماگیر. چرا؟ چراشو که همی الان گفتم دیگه. گرماده زیرا سطح انرژی فراورده ها پایین تر از واکنش دهنده هاست. حله؟ خب گفته با استفاده از مبدل کاتالیستی انرژی فعالسازی و آنتالپی این واکنش چه تغییری میکند؟ بچه ها مبدل کاتالیستی که همون کاتالیزور ماست، چه اتفاق رو رقم میزنه؟ میاد قله واکنش رو میاره پایین. آقا قله رو بیاره پایین، این دوتا هیچ تغییری نمیکنن. قله رو بیاره پایین، قبول داری هم ای آ هم ای پریم آ کم میشه. پس اینجا من میام تو این نکات مینویسم. نکته: استفاده از مبدل کاتالیستی چه بلایی سر واکنش میاره؟ یک، کاهش قله. کاهش قله به چه معنیه؟ کاهش ای آ، کاهش ای پریم آ، افزایش سرعت واکنش. اما اینا رو دیگه میخوام با قرمز بنویسم. ثابت ماندن سطح انرژی واکنش دهنده ها و فراورده ها. سطح انرژی واکنش دهنده و فراورده ها ثابت میمونه. خب وقتی سطح انرژیشون ثابت بمونه، اختلافشون هم ثابت میمونه. پس در نتیجه ثابت ماندن دلتا اچ یا همان آنتالپی واکنش. پس اینطوری فکر نکنید بگه نمیدونم من یه مبدل کاتالیستی زدم یه واکنش گرماگیر رو کردم گرماده یا برعکس. اصلا مبدل کاتالیستی روی سطح انرژی مواد هیچ تأثیری نداره. از اون طرف این ای آ و ای پریم آ رو به یک اندازه کاهش میده. نه به یک نسبت. مثلا فرض کنین 100 کیلو جول باشه، این 200 کیلو جول باشه. درسته؟ من مبدل کاتالیستی زدم، 100 شده 50. 50 تا اومده پایین. خب این 50 تا بیاد پایین، این یکی هم 50 تا میاد پایین دیگه. این میشه 50، این یکی میشه چی؟ 150. به یک اندازه کم شدن. جفتشون 50 کیلو جول کم شدن. اما اون 100 که شده 50 نصف شده، اون 200 که شده 150 سه چهارم شده. پس به یه نسبت نیستن، به یه درصد نیستن، به یک اندازه هم فقط. تا اینجا قبوله؟ خب این ویدیو رو کانال آپاراتونو میذاریم ویدیوشو. بله ساعت 12:30 که آخرین کلاسمون برگزار میشه برای بچه های دهم، این آخریش تموم میشه. بعدش دیگه روی همین پیج آپارات و لینکش هم من داخل کانال وبلاگ قرار میدم که بچه‌ها بتونن استفاده بکنن. فکر کنم حد اکثر تا ساعت 1 دیگه روی خود پیج بارگذاری شده. خب پس اینجا انرژی فعالسازی چه تغییری میکنه؟
کاهش پیدا میکنه، آنتالپی چه تغییری میکنه؟ ثابت میمونه. گفته چرا؟ نگفته. پس نیازی نیست بنویسی. مثلا چرا هم نداره دیگه، کم و زیاد شدنش. سوال 9 گفته دلیل هر یک از عبارات زیر را بنویسید. اسیدهای چرب نمیتوانند به خوبی در آب حل بشن. اسید چرب یک ماده ناقطبیه. آب یک ماده قطبیه. شبیه رو حل میکنه دیگه. این توی این نمیتونه حل بشه. مولکول ناقطبی در یک حلال قطبی نمیتواند حل شود. من دیگه نمینویسم که وقتمون گرفته نشه. از این ور انرژی فعالسازی واکنش تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید زیاد است. چرا؟ به خاطر ای زیاد واکنش. اگر یادت باشه این خودش یک تمرین کتاب درسی بود، گفته بود چرا انرژی فعالسازی این واکنش زیاده؟ روی واکنش، روی فلش واکنش تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید علامت دلتا کشیده بود، یعنی واکنش دهنده ها باید گرم شوند. پس اینجا من علتش رو می نویسم، زیرا برای این واکنش ای آ بسیار زیاد بوده و واکنش دهنده ها باید گرم شوند. اوکیه؟ خب شبکه بلوری فلزها بر اثر ضربه چکش نمیشه کنن. چرا؟ چون دریای الکترونی داریم، حرکت میکنه، کاتیون ها و آنیون ها، کاتیون که میگم کاتیون فلز منظورم ها، دریای الکترونی که حرکت میکنه یه آرایش جدیدی به خودش میگیره. به علت وجود دریای الکترونی و توانایی جابجایی و گرفتن نظم جدید آن. اوکیه؟ ترکیبات یونی فقط در حالت مذاب و محلول رسانه الکتریکی دارن. آقا اگر جامد باشه خب اینطوری سفت و سفت کنار همدیگه هستن، هیچ حرکتی نمی کنن. چون هیچ حرکتی نمی کنن بار الکتریکی جا به جا نمیشه، در نتیجه نارسانا میشه. اما تو حالت محلول و مذاب یون میتونه آزادانه از این نقطه به این نقطه حرکت کنه، پس رسانای الکتریکی اتفاق میفته. پس علتش چیه؟ به علت حرکت آزادانه یونها در حالت مذاب و محلول. حله؟ خب بریم سراغ این سوال. گفته در مورد دو محلول اسیدی زیر به پرسش ها پاسخ دهید. اولی گفته درصد یونش محلول دو رو محاسبه کنید. بچه ها درصد یونش چی میشه؟ درصد یونش میشه حالا هر کدوم از این هیدرونیوم های تولید شده، حالا من غلظت H مثبت می نویسم، تقسیم بر غلظت HA اولیه یا همون M ضرب در 100. برگرد. ضرب در 100. دقت کنید اینجا رو. چند تا اسید اولش داشتم؟ بیاین دایره بزرگا رو بشمار. 1, 2, 3, 4, 5. 5 تا اسید داشتم. چند تاش یونیده شده؟ اونایی که شبیه این نیستن رو بشمار. البته بذار نه، 5 تا اسید نداشتیم. 1, 2, 3 تا، این 4 تا. این اکسیژنه، یه خورده شکلشو بد کشیده. این اکسیژنه، ولی این یکی ها چی هن؟ آه منفی هن. ما کجا فهمیدیم از این H3O مثبت؟ پس اینجا 4 تا ما داشتیم. نها کنید 1, 2, 3 تاش که یونیده نشده اصلا، کلن یکیش یونیده شده، شده H3O مثبت، اینجا هم آی منفی.
4 تا داشتم یکی شنیده شده، ضرب در 100 که بکنم میشه 25%. یه بار دیگه میگم، اینجا 1, 2, 3, 4 تا داشتم، این 4 تایی که الان اینجا داشتم یکیش یونیده شده. کی یونیده شده؟ این یکی. برای این بخواید حساب بکنید، نها کنید 1, 2, 3, 4، این همش یونیده شده، نها کنید 4 تا هاش سه او مثبت درست شده، 4 تا هم باقی مونده اسید وجود داره. پس این چون کامل یونیده شده یه اسید چیه؟ قویه. قطعا این یه اسید ضعیفه. بعدی گفته در شرایط یکسان سرعت واکنش فلز منیزیم با 1 لیتر محلول 1 مولار کدام اسید 1 یا 2 بیشتر از چرا؟ خیلی طبیعیه، هر چقدر اسید قوی تر باشه سرعت واکنش بیشتر خواهد بود. پس اینجا میام میگم ظرف 1، زیرا اسید آن یونش بیشتری داشته و قوی تر است، یونش بیشتری داشته و قوی تر است، و هرچه اسید قوی تر قوی تر باشد سرعت واکنش بیشتر خواهد بود. اوکیه؟ بریم سراغ سوال بعدی. گفته با توجه به جدول زیر که غلظت تعادلی مواد شرکت کننده واکنش رو تو دمای فلان نشون میده، اولی مقدار ثابت تعادل واکنش کار رو در این دما حساب کنید. بچه ها ثابت تعادل میشه غلظت فراورده ها به توان ضریبشون داخل صورت تقسیم بر غلظت واکنش دهنده ها به توان ضریبشون تو مخرج. یعنی الان این دوتا فراوردن، من ثابت تعادل بخوام بنویسم میگم غلظت Cl2 به توان ضریبش که 1 ضرب داره، غلظت PCl3 به توان ضریبش که بازم 1 تقسیم بر غلظت PCl5 مساوی. الان اینجا رو نگاه کنید، غلظت به هم داده دیگه، غلظتش هم تعادلیه، Cl2 هست 2 ضرب داره 10 به توان منهای 6، PCl3 هست 10 به توان منهای 4، PCl5 هم هست 4 ضرب در 10 به توان منهای 2. دقت کن 10 به توان منهای 2 و 10 به توان منهای 4 میشه 10 به توان منهای 2، 2 با 4 میره میشه 1/2، میشه 1/2 ضرب در 10 به توان منهای 8 یا 5 ضرب در 10 به توان منهای 9. این میشه ثابت تعادل. حالا گفته با خارج کردن مقداری از گاز کلور سامانه تعادلی در چه جهتی جابجا می شود؟ چرا؟ ما یه اصلی رو داریم داخل تعادل به اسم اصل لوشاتولیه. لوشاتولیه میاد میگه که آقا تعادل یک موجود لجبازه. یعنی چی لجبازه؟ یعنی این اتفاقی که الان میگم براش میفته، هر تغییری که اعمال بشه تعادل لجبازی میکنه، در عکس جهتش جابجا میشه. الان به من گفته مقداری گاز کلور خارج بکنم، یعنی غلظت گاز کلور کم بشه، تعادل میگه ای من لجبازی میکنم، توی جهتی جا به جا میشم که گاز کلور چی بشه؟ زیاد بشه. الان گاز کلور کم شده، تو چه جهتی جا به جا بشم گاز کلور تولید میشه؟ در جهت رفت برم گاز کلور غلظتش میره بالا، پس در چه جهتی جا به جا میشود؟ در جهت رفت، زیرا باید در جهت افزایش غلظت گاز کلور جابجا شود. بعدی گفته افزایش فشار، با افزایش فشار پیش بینی کنید تعادل در کدام جهت جابجا می شود؟ چرا؟ بچه‌ها دو تا حالت داریم کلاً روی تغییرات فشار. فشار بره بالا، حجم میاد پایین، میریم سمت مول گازی کمتر. اینجا می نویسم به عنوان نکته.
فشار بره بالا حجم میاد پایین، یعنی میریم سمت مول گازی کمتر. فشار بیاد پایین یعنی حجم بره بالا، میریم سمت مول گازی بیشتر. آقا مول گازی دو طرف یکسان بود چی؟ اصلا فشار هیچ تأثیری نداره. الان گفته که با افزایش فشار یعنی کاهش حجم تو چه جهتی جابجا میشیم؟ باید بریم سمت مول گازی کمتر. این ور دو مول گاز داریم، این ور یه مول گاز داریم، پس در جهت برگشت جابجا میشیم. چرا؟ زیرا باید در جهت مول گازی کمتر جابجا شد. حل؟ خب امیدوارم برسیم امتحانو تموم بکنیم. یه دوتا اینجا مونده، سه و چهار، احتمال خیلی زیاد که نمیرسم. ببینیم تا همین آخر این صفحه هم اگر بریم، خدا رو شاکرم. گفته که با توجه به فرمول ساختاری ترکیب های زیر به پرسش ها پاسخ بدید. اولی، عدد اکسایش اتم های کربن های ستاره دار در ترکیب های شماره 1 و 3 رو تعیین بکنید. دقت کن، الان این کربن رو نگاه کن، خوب خوب دقت کن. این کربن رو اگر من بخوام بکشم، یه هیدروژن سمت راست داره، یه هیدروژن بالاش داره، یه هیدروژن هم پایین. اینجا هم کربن دیگه به یه کربن دیگه هم وصله. تکلیف این بارای الکتریکیشو باید اینطوری مشخص کنیم. اول میگیم بین کربن و هیدروژن کی قوی تره؟ قطعا کربن. خصلت نافلزی کربن از هیدروژن بیشتره. پس اینجا همه الکترون ها رو کربن میگیره. اینجا هم همینطور، اینجا هم همینطور. بین دوتا کربن غذا نصف میشه. اگر غذا نصف بشه، یه الکترون به این میرسه، یه الکترون به این. عدد اکسایش فرمولش چی میشه؟ میشه یکان گروه منهای الکترون های اطراف. الان میخوام عدد اکسایش مشخص کنم. کربن گروه 14، یکانش 4، چند تا الکترون دورشه؟ 2 4 6 7، 4 منهای 7 منهای 3. حله؟ بیایم این طرف. الان این کربن رو بخوایم مشخص بکنیم، نگاه کنید، این کربن اینجاست، یه کربن اینجا کنارشه، یه کربن هم اینجا کنارشه، یه هیدروژن هم اون بالاشه. میام میگم همه الکترون های هیدروژن رو که میگیره، از این کربن کناریش یه الکترون به این میرسه، یه الکترون به این. از این دوگانه هم دو تا الکترون به این میرسه، دو تا هم به این میرسه. الان این کربنه یه 4 منهایه، دو تا که از بالا گرفته، سه تا هم از کربنای کنارش گرفته، 4 منهای 5 میشه منهای 1. پس آ رو جواب دادی. ب گفته ترکیب دو پاک کننده صابونی یا غیر صابونی، چرا نگفته؟ پس اینجا ترکیب دو سی دوگان او او منفی ان آ دارم میبینم، میشه پاک کننده صابونی. آقا غیر صابونی کدوم بود؟ غیر صابونی یک. SO3 منفی NA داشته باشه، الان این میشه غیر صابونی، این میشه چی؟ صابونی. اسم این سه چیه؟ اسمش بود پارازایلن. C8H10 برای اکسایش ترفتالیک، یعنی از اکسایش این ترفتالیک اسید به دست میومد. کدام ترکیب یک یا دو در آب سخت بیشتر کف میکنن؟ قطعا غیر صابونی. چرا؟ زیرا با یونهای موجود در آب سخت رسوب نداده و خاصیت پاک کنندگی خود را حفظ می کند. حله؟ بریم سر وقت
سوال 13 گفته اگر غلظت تعادلی اسید تک پروتوندار هاش آ برابر 1 مولار و ثابت تعادل آن انقدر باشد غلظت یون هیدرونیوم رو توی محلول به دست بیارید. من دیگه این آخرین سوالی که حل میکنم. بچه ها کای آ مساویه با این فرمول بلد باشید. کای آ هم یه ثابت تعادله. گفتیم غلظت فراورده ها به توان ضریبشون که 1 توی صورت، غلظت واکنش دهنده هم توی مخرج. اما اینجا این نکته رو باید بگم. قبول داری هر یه دونه هاش آیی که میاد داخل آب تفکیک میشه، میشه یه دونه هاش مثبت، یه دونه آی منفی. 1000 تا هم بیاد اگر تفکیک بشه میشه 1000 تا هاش مثبت، 1000 تا آی منفی. پس در نتیجه این هاش مثبت و آی منفی غلظتشون با هم دیگه چیه؟ برابره. پس من اینجا میتونم اینطوری بنویسم، بگم هاش مثبت به توان 2، ناکن اینم اگر بشه هاش مثبت در هاش مثبت میشه هاش مثبت به توان 2 تقسیم بر هاش آ. حالا هر چی به هم داده رو جایگذاری میکنم. به هم داده ثابت تعادلش یعنی همون کای آش انقدر، از اون طرف غلظت تعادلی اسید هم یعنی غلظت هاش آ هم 1/100 مولاره، یعنی 10^-2. میام میگم 4.9 ضرب در 10^-5 مساوی غلظت هاش مثبت به توان 2 تقسیم بر 10^-2. اینو اگر ضرب کنم داخل این میشه 10^-7. اعشار اینم میارم داخل این میشه 10^-8. پس غلظت اچ مثبت به توان 2 میشه 49^-8. جذر بگیر. اگر من بیام از این جذر بگیرم غلظت اچ مثبت من میشه 7^-10^-4 مول بر لیتر. واحدا رو یادت نره بنویسی. حل. خب گفته که استاد برای کسی کلرسال خوب نخونه یکم فرمولای فصل 1 و بلده پیشنهاد میدید برای پاس شدن چیکار بکنه؟ فقط امتحان نهایی های 3-4 دوره اخیر رو حل بکنه، سعی کنه یاد بگیره. من اول کلاس هم گفتم که هر چقدر شما امتحان نهایی بیشتر حل بکنید قطعا نتیجه بهتری حاصل میشه. خب بچه ها ما تا حد توان فقط دو تا دونه سوال موند که حل نکردیم به خاطر حالا ضیق وقتمون، برای اینکه بچه های 10 و 11 هم هستن مجبوریم به اونا برسیم، مجبوریم که کلاس رو از این طرف تموم بکنیم. ممنونم از محبت تک تک بچه ها نسبت به من، منت سر من گذاشتن داخل کلاس اومدن. امیدوارم بهترین نتیجه براتون حاصل بشه و کلی اتفاق خوب براتون بیفته. دم همگیتون گرم، مرسی از این که اومدین. باز هر سوالی که بود بچه هایی که حالا فقط از طریق پیج اینستاگرام هستن از اونجا میتونن بپرسن. بچه هایی که داخل گروه مدارس خودشون هستن خواهش میکنم فقط داخل گروه سوال بپرسن، من کاملا آمادم برای این که به سوالاشون بعد از اون ساعت حالا 12-1 حالا بعدش هم کلاس دارم 2-4 دیگه 4 به بعد دیگه شروع میکنم به جواب دادن سوالا. خسته نباشید، ممنون از محبتتون، صبحتون بخیر، فعلا خدا نگهدار.